بعد سلام خدمت شما عزیز فرزاد هستم امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز قصد داریم نشون بدیم که یه دو یورویی میتونه شما رو صاحب یه مرسدس بنز کنه چطور خب با من همراه باشید در ادامه ما بهتون توضیح میدیم که چطور میتونه یه دو یورو ارزش چندین هزار یورو رو داشته باشه چطوری ممکنه با من همراه باشید تا بهتون میگم خب همین امروز من سرچ کردم تو گوگل شما میتونید این کار انجام بدید که دو یورو مونتسه ما در کشور آلمان هستیم فعلا به زمان آلمانی ما نوشتیم همین که میبینی سایت های از قبیل ای بی, ای بی ای اینا رو به فروش مردم گذاشتن برای فروش هر کدوم دو یورو این دو یورویا میبینید قیمت های مختلف مختلفی داره از دو سه هزار یورو هست بره تا بالا تا 90 هزار یورو هست که من به شما نشون میدم اندازه یه خونه هولوش با یورو الان که حساب کنید یورو 23.4 تومن هولوش بالای 100 میلیون تا 1 میلیارد قیمت اینا میتونه باشه خب پیش خودتون میگید چرا اینا اینقدر با ارزشه مشکلشون چیه خب ما سعی میکنیم تو این ویدیو در ادامه ویدیو قبلی که این مقدار توضیح داده بودیم به شما آموزش بدیم که چرا اینا قیمتشون به این حد هست همونجوری که می‌بینید 6000 یورو قیمتشه الان هر سکه که تولید میشه تو آلمان یا تو هر کشور اروپایی اینا با پیشرفته ترین دستگاه این کار رو انجام میدن و ضرب میکنن بعضی موقع این دستگاه میتونه دچار مشکل بشه و این نقص رو برای این سکه به وجود بیاره این نقصی که به وجود میاره اینا رو با ارزشتر میکنه خب با من همراه باشین تا یه مقدار از اینا بهتون آموزش بدم دوستان عزیز ما دو تا کانال یوتیوب داریم ما سعی می‌کنیم های مختلف و چیزهای مهم در آلمان رو به شما معرفی کنیم با من همراه باشین که از دست ندید چیزی خب همونجا که میبینید یه سری سکه تو سایتش رفتیم می‌بینید که اینا قیمتاش بالای 90 هزار یورو این نگاه کنید 90 هزار یورو امروز گذاشته برای فروش خب این هولوش یک میلیارد خورده قیمت این سکه میشه دلیلش چی میتونه باشه این سکه مال یونانه و این مال سال 2002 هم هست این سکه اینا تو حالت معمولی این دستگاهشون یه ایرادی پیدا کرده بیشترین خرابی رو تو اون زمان داشته این سکه که میبینین مال سکه فرانسه است قبلا کلیپش نشون دادیم به شما گفتیم مال کدوم سکه مال کدوم کشور است خب این رو افش که میبینید اینجا یه مشکلی داره همونجور که میبینید رو آرش همینطور سکا میتونه به سال ضربشون و کمیابیشون میتونه با ارزش باشه همونطور که میبینید این سکه این بالا این خانم مال, ش... مال موناکو این سکه اگر ایرادی هم نشته باشه شما اگه پیداش کنید اگه به دستتون رسیده باشه بیش از قیمت خودش با ارزشه هیچ وقت اینو دو یورو بهش میتونید نمیتونید شما پیدا کنید اینو بالای همینجوری 300 400 یورو از شما میخره حتی ایرادی هم نشته باشه خب پس این نشون میده که این سکه اگه شما دست شما الان چندین سال تو این آلمان نمی میکنم یه بار اینو نتونستم ببینمش چون اینو باید جدا هر کی داشته باشه چون کمیابه میتونه اینو اگه داشته باشه کسی نمیفروشه خب همونجوری که میبینید تمام این سکه های مختلف رو شما میتونید پیدا کنید سال ضربشون بعضیا این بیشترین سکه که میتونه مورد نظر مردم باشه بیشتر مال همین یونانه که ایراد پیدا کرده و این حالت این سکه مال موناکو این دوتا سکه خیلی برای کلکسیون داره با ارزشه خب این سکه همونجوری که میبینید این حالت ستارهاش باید همشون به سمت بالا باشه این یه نکته ای است که اگه شما دیدید یه سکه ای این ستاره دور اتحادیه اروپا که دورشون هست به سمت بالا نوکشون همهشون به سمت بالا بشه اگه این کار نوسش بشه مشکل داره همینج که میبینید این نقشه ایتالیا این پایین اینجا حالت برجسته است و اینم دوچار مشکل شده اینم با ارزشش کرده خب یعنی بعضی موقع تو حالت ضرب اینا حالت این ایراد پیدا میکنه این مال اسپانیاس همونج که میبینید حالت ضربش اشتباه زدن یا یه مشکلی داره این گوشش میبینید یه مقدار حالت تو رفتگی بیش از حدی داره اینا بستگی به سلیقه اون طرف داره که میخواد اینا رو از شما بخره شما میتونید اینا رو تو اینترنت راحت ترین روشه تو همین سایت ای بی به فروش بذارین و همه کلکسیون دارن میبینن و اگه مورد نظرشون باشه از شما میخرن و حالت حراجی داره و هر دفعه هر کی بیشتر قیمتو بده شما میتونید بهش بفروشین و این سکه همین که مال هلموت شمیت هست مال آلمانه یه دونه سیاست مدار چند،, چند وقت پیش مرد و یه دونه سکه براش ضرب کردن و این همیشه سیگار میکشید و به خاطر همین بعضی سکه هست با سیگاره الان بدون سیگارش هم هست که این من خدا فکر کنم سیار سال پیش فوت کرد و اینو براش درست کردن سکر به یاد بودش بعضی سکه رو همیشه ضرب نمیکنن و اگر دارین نگه دارین اینا شاید چند سال آینده اینا کمیاب بشه و از شما خرید بیشتری بشه بعضی سکه مثل اسکناس نیست سکه خیلی ارزشش بیشتر از اسکناسه و بعض این سوال هم کرده بودین چه تو اسکناس اخ... وقتی میخوان چ... چاپ بزنن خیلی به ندرت میشه اشتباه بشه ولی تو سکه چون دستگاه با پرس محکم میزنه دچار مشکل میشه و اینا با ارزشتر میشه دستگاه پرس حالت اندازگیریش حالت میکرو میکرومتر داره و به ندرت میتونه ایراد پیدا کنه ولی اگه دیدی ایراد پیدا کرده اینا هست حساب میشه همونش که میبینین اینا الان چندتاشون اصلا ضرب نخورده و با ارزش شده قیمت اینا هم که به سلیقه خریدار داره همشون خب طبق این عکس اینجا یه دونه نقطه اضافه شده و همین ایراد حساب میشه و این عکس هم شما نگاه کنید میبینید که ستارا هر کدومشون به یه سازی داره میزنه یکی نوکش این ور یکی نوکش اون طرفه و این ایراد حساب میشه باید همه این ستارا سمتشون نوکشون به سمت بالا باشه اگر غیر از این باشه مشکل داره توی یه سال ساختشون یک دوره اینا عیب ای متوجه نشدن و هی ضرب کردن و حالا این سکه ها با همه با شده اگه همچین سکه پیدا کردید نگرش دارین که خیلی با خب امیدوارم که این برنامه هم به دردتون خورده باشه همونش که میبینید اینجا هم سکا یه چند تاشون اصلا ضرب نشده همین هم که میبینید اطرافش ضرب محکم خورده و از ستاره رو ناقص کرده سابسکرات فراموش نشه ما تنوع برنامه هم خیلی زیاده ما را از دست ندین امیدوارم مطالب براتون آموزنده بوده باشه و ما رو حمایت کنید لطفا این سفرم به اشتراک بذارید و تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم فن نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما قید کنید با تشکر از شما شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه بعدی خدا نگهدار